بله. خب در انتظار اینم که بشنوم نظرات شما رو. ما همه حرف زدیم، از اولش هم درخواست کردیم که آقا شما بیاید راهنمایی کنید، بگید، نظر بدید، حرف بزنیم با هم دیگه، حرف بزنیم با هم، حرف جدی بزنیم با هم دیگه، ببینیم کجا میریم، به کدام سمت داریم حرکت میکنیم. مشارکت کنید. تاریخ درباره ما خواهد نوشت، به طور قطع و یقین درباره ما قضاوت خواهد کرد. ببین کجای این دایره وایسادی، چه میکنی؟ همین گوشی تلفن رو برداریم بزنیم تموم شد؟ من وظیفه‌مو انجام دادم؟ آیا به نظر شما ما به کدام سمت داریم میریم؟ آیا شاهد تغییر نقشه در خاورمیانه خواهیم بود؟ رژیم اسد تا کجا میتواند ادامه بدهد؟ آیا میریم به سمت اینکه یک جریان دیگری در یه جای دیگه داشته باشیم؟ بذار تو این تا فاصله ای که شما شاید آماده بشید و حاضر بشید که شرکت بکنید، برم سراغ آقای محمد علی اصفهانی و سایت اقنوسش ببینیم که چه میگوید. میگوید عبدالباری اطوان، سردبیر روزنامه پرآوازه القدس العربی، در شماره 8 اوت این روزنامه کمی از راز و رمزهای آنچه در سوریه میگذرد را به اختصار تمام بازگو کرده. روزنامه القدس العربی که در لندن به زبان عربی منتشر میشود را بسیارانی از مستقلترین و پربارترین و قابل اعتمادترین روزنامه عربی زبان در قیاس با روزنامه از این نوع میدانند. عبدالباری اطوان زاده شده در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در غزه، 2 پس از اشغال اولیه فلسطین در سال 1948 است و از کودکی معنای رنج و درد فلسطینی های آواره رانده شده از سرزمین خیش و بقیه اعراب را با تن و جان خود لمس کرده و حس کرده است. او در شمار معدود تحلیلگران مسائل منطقه ای است که بزرگترین و معتبرترین رسانه های غربی و عربی همیشه از او نظرخواهی می کنند و برای تحلیل هایش جایگاه متفاوتی قائلند. اطوان مورد احترام و اعتماد فراوانی در سرزمین های اشغالی و در سراسر جهان عرب است و در عین نقطه نظرهای انتقادی خود از موقعیت ویژه‌ای نزد جبهه آزادی فلسطین و سازمان الفتح و همزمان با آن نزد بقیه گروه‌های فلسطینی مثل حماس و دیگران برخوردار است. عبدالباری اطوان از همان نخست دل با جنبش مردمی فعلا ربوده شده سوریه داشت و دارد. او به شدت مخالف نظام سوریه است و بشار اسد و نظام او را صفاک و جنایتکار و فاسد و خائن به مردم سوریه و به همه مردم منطقه میداند و از همین رو شایبه همدلی یا همراهی با بشار اسد و نظام سوریه نسبت به او وجود ندارد. همونطور که در این مقاله نسبتاً کوتاه اما پربار او میبینیم، آنچه در سوریه میگذرد بخشی است از سناریوی سیاه که برای منطقه نوشته شده و هنوز در مراحل مقدماتی خود قرار دارد. درباره این سناریو کارگردانان و بازیگران و کمک بازیگران و گریمورها و گریم شدگان بومی و غیر بومی اش سخنها آنقدر زیادند که ترجیح میدم علل حساب در اینجا یک راست به سراغ خود مقاله عبدالباری اطوان بروم. او با ذکر دو نکته دیگر کسانی در حال زمینه‌سازی فضای ذهنی و عینی برای گسترش دادن آنچه در سوریه می‌گذرد به ایران هستند و به نظر می‌رسد که این جزئی از مجموعه وظایف محول شده به آنان باشد و در همین حال کم نیستند کسانی که به دلیل آگاهی ناقص و کانالیزه شده از طریق مدیای زینف در فجایعی که در سوریه می‌گذرد قرار است که اگر همه چیز بر وفق مراد پیش رود در ایران هم بگذرد و در برابر جنایات بی حد و حصر نظام خلافت ولایت در ایران
نسبت به عواقب شوم سوریهی شدن و لیبیایی شدن احتمالی میهنمان حساسیت لازم را نشان نمی‌دهد. چیزی که وظیفه تک تک افراد و نیروهای آگاه و مبارز مترقی ایرانی را چه در طیف جنبش سرد و جنبش خرداد و چه بیرون این طیف در افشای عواقب آنچه در لیبی گذشت و در سوریه می گذرد و نباید در ایران بگذرد، همزمان و با حفظ اولویت مبارزه با نظام خلافت و ولایت از همیشه افزونتر و عاجلتر کرد. عرضم به حضور شما که میدونی که امروزم در حقیقت 17 روز است از 8 ماه از 12 سال در 3 هزاره، ساعت 2:52 است به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا 5:52 است به وقت نیویورک و واشنگتن و هر کجای دیگری که ساعتش 5:52 است، 11:52 است در اروپا، 10:52 در انگلستان و 52 بامداد است در ترکیه. پس بنابراین همچنان سر شب است و امیدوارم که این چراغ رو شما روشن نگه دارید. بریم سراغ طرحی رو که آقای عبدالباری عطوان در روزنامه القدس العربی در لندن نوشته است، نوشته پادشاه اردن و دولت علوی. در تاریخ 8 یعنی 9 پیش این مطلب رو در القدس العربی منتشر کرده. او می نویسد برای ما هر قدم هم آگاهی و تخصص داشته باشیم، پیشبینی این که ماجراهای سوریه چه فرجام می خواهند داشت کار آسانی نیست. اما آنچه می توانیم پیشبینی کنیم این است که جنگ مسلحانه‌ای که در حال حاضر در سوریه در جریان دارد به درازا خواهد کشید و سقوط نظام سوریه هرگز کار 1 روز و 2 روز دیگر نیست. اگرچه این علارغم انشقاق‌هایی که در نظام رخ داده است و شوک روانی مدیاتیک حاصل از این انشقاق‌ها و علارغم اوج گرفتن آرزوها و آمال بسیاری از افراد باشد، آنهایی که وارد این بحران شدن و مخصوصا آنهایی که برای نظامی کردن انقلاب سوریه پول پرداختند و اپوزیسیون را با پول و سلاح مجهز ساختند، قصدشان کمک به دموکراسی و حقوق بشر و آزاد کردن مردم از سلطه نظام خونریزی نیست که کرامت و آزادی انسان را پایمال میکنه. آنها انتظار داشتند که رسیدن به اهدافشان در سوریه بیش از چند هفته یا حداکثر چند ماه طول نکشن. اما فاجعه اشتباه محاسبات کار خود را کرد. نظام سوریه در تمام این مدت توانسته از مقاومت کند، چرا که بیشتر انشقاقهایی که در صفوف آن دیده می شوند صرفا مدیاتیک هستند و در کادر جنگ روانی معنا می دهند و نقش جدی در تضعیف نظام نداشتند. نامهای بزرگ بله، اما بدون ریشه واقعی و یا مربوط به عناصری که نقش کلیدی در دایره تصمیم گیری داشته بوده باشند. درست است که در جریان اخیر 4 برجسته امنیتی و در میان آنها وزیر دفاع و معاون او آصف شوکت کشته شدند. اما همچنین این هم درست است که چگونگی و تفاصیل این جریان هنوز مبهم مانده است و هیچ کس مسئولیت کار را نپذیرفته است و ما هنوز فرد یا افرادی را در این کار شرکت داشته است یا داشتن نمی شناسیم و نیز هدف از چنین کاری را نمی دانیم. هدف از این کار چه بوده است؟ آیا این کار یک اقدام انتحاری بوده است یا عملیات کارگزاری مواد منفجره و چگونه انجام پذیرفته است؟ همه سناریوها قابل تأمل هستند، ولی من دوست ندارم به سناریوی مهمتر در میان همه سناریوهای کم بها دهم. احتمال اقدام به این عمل به وسیله خود نظام سوریه یا جناح مهمی از این نظام به منظور تصفیه این افراد، تصفیه‌ای بر اساس شک به وفاداری این افراد به نظام یا تصفیه‌ای در پی کسب اطلاعاتی از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی، مثلا دستگاه اطلاعاتی روسیه، مبنی بر وجود ارتباط‌های میان این افراد با غربی‌ها به منظور سرنگون کردن نظام. قابل توجه است که بعد از حذف شدن این افراد، ارتش سوریه بر سبوئیت خود افزود و موفق شد
بر شهر دمشق مسلط شوند، در حالی که نزدیک بود این شهر به دست ارتش آزاد سوریه و همیاران آن بیفتند. و همچنین ارتش توانست بخش بزرگتری از منطقه صلاح الدین در شهر حلب را باز پس بگیرد، اگرچه نه همه آن را. این ما را به یاد قصه قتل عبدالفتاح یونس، رئیس سابق نیروهای اپوزیسیون لیبی به وسیله خود آنها می اندازد. در پی قتل رئیس سابق نیروهای اپوزیسیون لیبی به دست خود این اپوزیسیون بود که شهرها پی در پی یکی یکی فرد شدن، از مصرانه تا طرابلس و سرت و بنی ولید. تغییر تعادل قوا به نفع نظام سوریه و همپیمانان آن دلیلی بر ضعف مخالفان نیست، بلکه چنین تغییری به این خاطر است که همپیمانان مخالف از ترس خسارتهایی که خواهند دید دچار تردید شدند و انجام عملیات انتحاری با پشتیبانی روسیه و چین و حکومت ایران هم محتمل است. چین و روسیه و حکومت ایران هر ورقی را که در جعبه بازی خود دارند به کار میبرند تا مانع سقوط نظام سوریه شد. لااقل تا حالا چنین بوده. شور و شوق ترکیه در پشتیبانی از مخالفان سوری رو به کاهش و پژمردگی گذاشته است و تهدیدهای اردوغان تون ملایم تری گرفته است. البته اگر نگوییم که در ایام اخیر اصلا از بین رفتن. بعد از تصاعد عملیات حزب کارگران کردستان PKK و استفاده آن از 5 استان در شمال سوریه به عنوان پایگاه عملیات علیه دولت ترکیه و همچنین بعد از اوج گرفتن صداهای مخالف در ترکیه علیه دخالت این کشور در بحران سوریه و بعد از فاش شدن قصه گام هایی که به سوی نزاع قومی بین اقلیت علوی که توسط بعضی از مجموعه های کردی حمایت می شوند با اکثریت سنی برداشته می شوند. به نظر می رسد که دولت آمریکا به عنوان مهمترین خزانه‌دار مخالفان سوری، یعنی خزانه‌داری با بهره‌گیری از خزانه عوامل خودش مثل پادشاهی سعودی و قطر و دیگر شیخ نشین های خلیج فارس، در اتخاذ سیاست‌های خود در قبال سوریه دچار سردرگمی و گیجی شده باشد. آمریکا مایل است که به مخالفان سوری در جهت تسریع سقوط نظام کمک کند، اما در همان حال از آن می‌ترسد که سلاح‌ها به دست سازمان‌های اسلامی افراطی و القاعده بیفتد که دیگر انکار حضور آنها در سوریه دشوار است. جنگندگان در منطقه حلب که مهمترین صحنه نزاع است از کمبود حاد مواد ذخیره شده حرف میزنه. این به زبان ساده یعنی که شانس ارتش سوریه برای بازگرفتن کامل شهر بیشتر شده است. مسئله وقت است، نه چیز بیشتر از این. موضوع آشکاری است و از خلال بعضی سخنان غربی ها هم میتوانیم متوجه شویم که نقشه دوستان مردم سوریه چنین بود که قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر انسان نظام اسد را براندازند و بر مخزن تسلیحات اتمی آن استیلا یابند، با دو هدف اساسی. اول اینکه در الجزایر شورای انقلاب مردمی را برافروزند تا رژیم فعلی را سرنگون کنند، و دوم اینکه شروع به عملی کردن پیمان آمریکا اسرائیل برای حمله به مراکز اتمی ایران کنند بعد از خونسا کردن عامل سوریه و منزوی کردن و محاصره حزب الله در لبنان، احتمالاً تصفیه حذف و نابودی آن به لحاظ سیاسی و نظامی در یک هجوم وسیع. تصادفی نیست که جلیلی نماینده خامنه‌ای به بازدید ناگهانی از بیروت و دمشق می‌رود و در بیروت با حسن نصرالله ملاقات می‌کند، در سوریه با بشار اسد به گفتگو می‌شود و تأکید می‌کند که ایران اجازه نخواهد داد محور مقاومت که سوریه یک ضلع آن است شکسته شود. جنگ جاری در سوریه یک جنگ فرقه است. نزاع و کشمکش برای قدرت است و انتظار می رود که ماها و حتی سالها تا زمانی باقی مانده باشد که یکی از دو طرف جنگ را به لحاظ نظامی برنده شد و طرف دیگر را شکست دهد و وادارد که بهای شکست خود را همچون مورد لیبی بپردازد. راه حل صلح‌آمیز به خاک سپرده شده است بعد از آن که مأموریت کوفی عنان شکست خورد و او با ناامیدی و تأسف منطقه را ترک کرد و جانشینی برای او تا این لحظه تعیین نشده است.
و این همه در سایه نزاع سبوانهی که میان قدرت‌های بزرگ و اثر نفوذشان در منطقه در گرفته و به سوی یک جنگ بزرگتر می‌رود که در سراسر زمین جاری خواهد شد. روسیه و چین که در عراق و لیبی شکست خوردن و قبل از آن هم در افغانستان شکست خورده بودن، نمی‌خواهند که در سوریه هم شکست خورد. یا به زبان دیگر آنها میخواهند انتقام خدعه بزرگی که وسیله آمریکا و متحدان غربی آن و عرب‌های نفتی در این کشورها با آنها شده است را بگیرند و این است آنچه دفاع آنها از اسد را توضیح می‌دهد. پادشاه اردن ملک عبدالله دوم را میتوان مثل یک دماسنج دانست یا مثل یک ذره‌بین واقعی برای مشاهده کم و کیف آشی که برای منطقه دارد پخته می‌شود. هموز اولین نفری که در مورد هلال شیعی 6 سال قبل هشدار داد و بر ضرورت شکل‌گیری هلال سنی برای مقابله با آن تاکید کرد. این غیبگویی او در 6 سال پیش حالا روی زمین عینیت و تجسد و تحقق می‌یابد و هموز اولین نفری که وجود 6000 جنگجوی القاعده در سوریه را کشف کرد. دیروز پادشاه اردن ما را غافلگیر ساخت. او در گفتگو با شبکه آمریکایی معروف CNN اعلام کرد که باید مراقب باشیم که بشار اسد و یارانو به منطقه علوی ها پناه نبرند و در آنجا حکومت فرقه‌ای برپا نکنند. بر ماست که این اخطار او را کاملا جدی بگیریم. این مرد از روی هوا و علکی حرف نمیزند. 2 ماه پیش کشور او میزبان مانورهای نظامی الاسد المطاهب، یعنی شیری که حاضر و آماده نبرد است، مانورهایی که 19 کشور به رهبری آمریکا در آن شرکت داشته. این مانورها تحت عنوان آمادگی برای مداخله نظامی به منظور ایمن کردن انبار سلاح‌های شیمیایی سوریه انجام گرفته. اردن در حال حاضر محلی است برای ناراضیان سیاسی نظام اسد و شاید نظامیان سوری. اعلام خطر کردن در مورد موجودیت و حاکمیت مستقل علوی اولین و قوی ترین اشاره است به جدی بودن احتمال تقسیم یا تک پاره کردن سوریه بر اساس فرقه و نژاد، یعنی چیزی که کاملا با هدف انقلاب مردم سوریه متفاوت است. مردمی که خواهان استقرار حاکمیت دموکراتیک هستند که در پنهان تمام فرقه و ادیان و نژادها در شرایط مساوی باید زندگی کنند. همون حرفی بود که در اون بخش اول آقای نادر در حقیقت بیان کرد که ما او این صحنه رو برامو تعریف کرد که ما وارد یک جنگ تمام عیار حیدری نعمتی خواهیم بود. هستیم یعنی. سوریه به سمت سناریوی مهیب تکه پاره شدن پیش میره و این سناریویی است که اگر موفق شود بیشک به دولت‌هایی که در ساقط کردن نظام سوریه عجله دارن نیز سرایت خواهد کرد و در آن صورت هیچ دولتی در امان نخواهد. از جمله دولت‌های اردن و ترکیه و دولت‌های خلیج فارس و مخصوصاً عربستان سعودی. اگر یک دولت شیعی اولا و یک دولت سنی ثانیا و یک دولت کردی ثالثا و یک دولت دروزی رابعا در سوریه به وجود بیاین، منتظر باشیم برپایی دولت حجاز و دولت نجد و دولت سیر و دولت احصا را و احتمالاً همچنین دولت قبطی را نیز در مصر، و فراموش نکنیم در این مجال لبنان را هم. نظریه دومینو درست‌ترین نشانی مرحله بعدی را به ما می‌دهد. توضیح ضروری درباره جمله بالا. عبدالباری اطوان جمله بالا را چنین نوشته است: نظریت الاحجار دومین التفتیتت و قد تکون الالمان البرز لمعرر المقبله، و من آن را به صورتی که آمد ترجمه کردم تا با شرح زیر تکمیل و تفسیرش کنم. نظریه دومینو نظریه ایست که در دوران جنگ سرد عنوان شد و یکی از مصادیق مهم به کارگیریان مورد جنگ ویتنام هست و خلاصه آن این است که نظام کمونیستی وقتی که در منطقه مساعدی مثل جنوب شرق آسیا در کشوری مستقر شود، به طور طبیعی و همچون سنگ‌های بازی دومینوی سنگی کشورهای دیگر را هم با آن کشور و نظام آن در یک همبستگی فکری و عملی حکومتی پی در پی و یکی پس از دیگری متصل خواهد. نزعت التفتینینه
به جنگ یا به سیاستی اطلاق می شود که به قصد تکه پاره کردن و ایجاد انشقاق‌ها در کشورهای مورد نظر پی گرفته می شود تا بتوان بر اثر آن تکه پاره شدن و انشقاق‌ها راحت‌تر بر آن کشورها استیلا یابد. نئوکون‌ها هم نظریه دومینو را بعد از پایان جنگ سرد به صورت دیگر بازسازی کردند. استقرار دموکراسی، دموکراسی به تعبیر جورج بوش پسر و امثال او در یک کشور خاورمیانه باعث آن می‌شود که کشورهای دیگر هم یکی بعد از دیگری به دموکراسی برسند. بیهوده نبود که کاندلیزا رایس فجایع جنگ 33 روزه در لبنان را که اسرائیل به نیابت نئوکون‌ها پیش می‌برد و با شکست مفرزانه روبرو شد، دردهای زایمان خاورمیانه بزرگ توصیف کرد. همانطور که در همان زمان طی مقالات و ترجمه‌های متعددی توضیح دادم، هدف از آن جنگ و اقداماتی دیگر تجاوز نظامی به ایران به منظور تغییر کیفی جغرافیای منطقه و استقرار دموکراسی ابو غریب در میهن ما بود. روی هم رفته عبدالباری اطوان به اجمال ایجاز میگوید که اگر این سیاست کنونی که وسیله عناصر مزدور عربستان سعودی و قطر و مابقی شیوخ خلیج فارس بنا به فرموده برای سوار شدن بر جنبش توده‌ای مردم سوریه اجرا شود، ادامه یابد، سرانجام دامان تک تک آن کشورها را خواهد گرفت و آنها را یکی پس از دیگری تکه پاره خواهد کرد. این هم نظر و این مطلب رو در فیسبوک قرار خواهیم داد. دعوت میکنم که به فیسبوک ما مراجعه کنید، در اونجا این مطلب رو با همدیگه پی خواهیم گرفت. اینم جالبه. خب بازم یه تحلیل کریستیان ساینز مانیتور در سایت تابنات منتقل کرده که دنیا حمله به ایران را تحمل نخواهد کرد. ببینیم که سایت تابنات آقای رضایی چه میگوید. اصرار سیاستمداران اسرائیل بر ضرورت حمله پیشگیرانه به تأسیسات هسته ایران و بالا گرفتن بحثایی در این رابطه در سرزمین‌های اشغالی به طور همزمان مخالفت شهروندان این رژیم و همچنین جامعه بین‌المللی را به دنبال داشت. نشریه آمریکایی کریستیان ساینس مانیتور در مطلبی ضمن بررسی این موضوع چنین اقدامی را خلاف همه اصول بین‌الملل دانست. به گزارش تابناک، نشریه کریستیان ساینس مانیتور در مطلب خود ضمن اشاره به تهدیدات مداوم سران رژیم صهیونیستی طی هفته‌های اخیر درباره حمله احتمالی این رژیم به ایران می‌نویسد، آنچه اکنون مطرح است تنها تهدید یک جنگ بزرگ در منطقه بی ثبات نیست، بلکه از آن مهمتر در بلند مدت آینده روند صلح بین المللی در خطر قرار خواهد گرفت. در پاسخ به وحشت برآمده از جنگ جهانی دوم، کشورها در پی ساختن نظمی برآمدند که صلح و امنیت بین المللی را تضمین و برقرار کند. منشور سازمان ملل که در 26 ژوئن 1945 به امضا رسید بیان می کند که همه اعضا باید از تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی با استقلال سیاسی دولتی دیگر خودداری کنند. در همین حال منشور حقوق دفاع از خود را در این مورد استثناء می داند. منشور حق دفاع از خود را در این مورد استثناء می داند. ماده 51 بیان می کند هیچ چیز در این منشور نباید به حق ذاتی کشور برای دفاع فردی یا دست جمعی در صورت وقوع حمله نظامی به یکی از اعضای سازمان ملل آسیب وارد کند. تا زمانی است که شورای امنیت سازکارهای لازم را برای استقرار صلح و امنیت بین الملل فراهم کند. منشور رویه های صلح بانی را تداوم دیده
منشور رویه های صلح‌بانی را تداوم دیده تا از تبدیل منازعات بنوه به جدال های نظامی جلوگیری کنند و حکم می کنند که طرف منازعه از طریق مذاکره، میانجیگری و یا ابزارهای صلح‌آمیز در جستجوی راه حلی بیاید. بنا به نص صریح منشور، نه اسرائیل نه ایالات متحده حق قانونی برای دست دادن به اقدام نظامی پیشگیرانه علیه ایران را ندارند. علاوه بر این، اگر آمریکا بخواهد بدون تایید کنگره در چنین حمله‌ای مشارکت کند، رئیس جمهور علاوه بر منشور سازمان ملل که مطابق قرارداد به بخشی از قانون آمریکا تبدیل شده، قوانین داخل این کشور را نقض کرده. از آنجا که حقوق بین‌الملل عمدتاً بر مبنای رویه‌های بین‌المللی تعریف شده، اصول موسوم به دکترین بوش درباره حمله پیشگیرانه به طور جدی در تناقض با ماده 51 منشور قرار دارد. هیچ چیز در منشور سازمان ملل حمله پیشگیرانه را توجیه نمی کند. با این وجود در سال 2003 بر مبنای اطلاعات غلط مبنی بر اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی توسط صدام حسین، مبادرت به حملات شک و ترس به عراق کرد. سخنرانی کولن پاول در سازمان ملل در 5 فوریه 2003 را به یاد بیارید که در آن تاکید کرد عراق سلاح‌های کشتار جمعی انبار کرد و اشاره کرد که داشتن توانایی تسلیحاتی به تنهایی برای توجیه حمله پیشگیرانه کفایت میکنه. در ایام پس از واقعه 11 سپتامبر برنامه ریزان جنگ عراق به سادگی ماده 51 را منسوخ شده دانسته و آن را نادیده گرفتن. به این ترتیب تعجبی نیست که برنامه ریزان اسرائیلی فکر میکنن از اختیار نامحدودی برای حمله به ایران برخوردارن. حتی اگر منطق آنها برای حمله تنها بر این تصور استوار باشد که ایران در حال توسعه یک بمب هسته‌ای است و قصد دارد از آن علیه اسرائیل استفاده کند. مسئله این است که آیا محدودیت صریح حمله نظامی، یعنی عبارت تصریح شده در منشور، در توجیه دفاع از خود به مثابه ابزار کنترلی مؤثر بر دولت‌ها باقی خواهد ماند یا خیر؟ مسئله اساسی تر این است که آیا منشور سازمان ملل به عنوان سازوکاری معتبر برای برقراری صلح بین‌الملل باقی خواهد ماند یا خیر؟ برای عینی تر کردن این مسائل میتوان گفت آیا ما جهانی میخواهیم که در آن رهبران آزاد باشند تا تنها بر اساس تصور وجود نیات خصمانه یا توانایی نظامی در دیگر کشورها علیه آنها دست به حمله نظامی بزنند؟ آیا ما صرفاً با یک واژه که بر تجاوزگری لباس دفاع از خود پیشگیرانه می نهد راضی می شویم؟ زمان آن رسیده که اوباما به اسرائیلی ها نبگوید. در صورت که حمله نظامی به ایران، خبری از کمک‌های نظامی که اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار دسترس نخواهد بود. او باید به طور علنی و قاطع احتمال مشارکت ایالات متحده در یک حمله نظامی به ایران را رد کند. آقای محسن رضایی از تو تهران نشسته با آقای اوباما میگه که شما به اسرائیلیا کمک نکن اگه حمله کردن. آقای اوباما میگه محسن جون، جونی من تو گفتی؟ تو خدا محسن، پس چرا دیر گفتی؟ من حتما محسن گوش میدم، دمت گرم که گفتی. بنابراین اینم از این داستان. من که نفهمیدم شما چی گفت. بفهمی شما. آقای بهبهانی، شاهین هستم. شاهین جان دوباره مزاحم شدم. خواهش می‌خواستم بگم این شایعه، من داشتم چیز می‌کردم، این شایعه با ایران داشتم صحبت می‌کردم. آها. این شایعه تو ایران که هم نمی‌دونم چقدر قویه یا چقدر چیز اینه که میگن این زلزله که در اونجا اومده در آذربایجان آزمایش اتمی بوده. چون طبق گفته ها میگن 10 کیلومتر در عمق زمین یه همچین چیزی نمیتونه باشه. آخه الان هم امروز دوباره زلزله اومد. همین الان هم دوباره زلزله اومد. من اینو نفهمیدم. آره، نوشته که در ساعت 21:44 شامگاه پنجشنبه 26 مرداد چهارمین زلزله خطرناک
6 و 14 ریشتری طی چند روز اخیر در منطقه ورزقان آذربایجان شرقی رخ داد که منجر به ترکیدگی لوله گاز آتش سوزی شد. این حادثه در روستای کاسین از توابع شهرستان ورزقان روی داد. آسانه به اینم بهتون بگم که حالا اینا این و آقایون این سلطنت طلبان، نه آقای رضا پهلوی، اون طرف داره حزب چی میگن شاهلاییشون، اینم چیز کردن که آره بله اینا الانه به قول معروف چی میگن آزمایش هسته‌ای کردن، باید از آمریکا دیگه به اینا حمله بکنه. فکر نمی کنم چنین چیزی باشه، چون همین الان دوباره زلزله اومد. الان سایت بی بی سی سایت نه میگم دارم میگم این شایعاتو دارم میگم بهتون. بله حالا دیگه ببینیم با امید خدا چی میشه. بسیار ازت ممنونم، مرسی بابا، متشکرم. ممنون. آه بزنیم کلی برای اون خبر فرستاده. زمین لرزه دقایقی پیش شمال شرق استان تهران را لرزاند. در حال حاضر مردم نگران این شهرها در معابر عمومی هستند، به طرف پارک های اطراف محل سکونت خود هجوم آورده. بر اساس اعلام مدیریت بحران فرمانداری شهرستان دماوند، در پیگیری های خبرگزاری فارس، کانون این زمین لرزه شهر بومهن از بخش مرکزی تهران اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری سفیر، بر اساس اطلاعات منتشر شده در مرکز زلزله لرزنگاری کشورین، زلزله ساعت 1:01 بامداد امروز در بومهن با قدرت 3.8 ریشتر رخ داد. همچنین ساعت 45 بامداد امروز زمین لرزه دیگری در ورزقان با قدرت 3.4 ریشتر به وقوع پیوست. کانون زمین لرزه‌ای که دقایق پیش شمال شرق استان تهران را لرزانید، حوالی شهر بومهن و به بزرگی 3.8 در مقیاس ریشتر اعلام شد. خبرگزاری فارس میگوید بومهن کانون زمین لرزه‌ای شمال شرق استان تهران اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فارس از شرق استان تهران، زمین لرزه دقایق پیش شمال شرق استان تهران لرزان. بر اساس اعلام مدیریت بحران فرمانداری شهرستان دماوند، در پیگیری های خبرگزاری فارس، کانون زمین لرزه شهر بومهن از بخش مرکزی تهران لرزید. هنوز خسارات احتمالی این واقعه طبیعی در شرق استان تهران اعلام نشده. شهر 40,000 نفری بومهن در شمال شرق استان تهران، مسیر جاده آبعلی، در جوار شهرهای مانند پردیس و رودهن قرار دارد. این دیار از سال 1157 با ایجاد واحد مدیریت شهری به عنوان شهری متشکل از چند روستای مختلف به وجود آمد و در آن اقشار مختلفی از اقوام گوناگون زندگی می‌کنند. این زمین لرزه در پردیس و شهرهای دیگر نیز احساس شد و همکنون شماری از مردم در خیابان‌ها به سر می‌برند. زلزله شمال شرق تهران در رودهن، آبعلی و دماوند هم شد. زلزله دقایق پیش شمال شرق استان تهران در رودهن و آبعلی و دماوند هم احساس شد. در زمین لرزه هایی که دقایق پیش برخی نقاط شمال شرق استان تهران لرزان، علاوه بر پردیس و بومهن، در بخش مرکزی تهران شهرهای رودهن، آبعلی، دماوند نیز بر خود لرزید. شهرهای بومهن و پردیس در بخش مرکزی تهران و شهرهای رودهن و دماوند آبعلی در شهرستان دماوند قرار دارد. زلزله شمال شرق استان تهران حدود ساعت 1 بامداد شنبه با شدت 3.8 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر و در حوالی شهر بومهن رخ داد. این لرزه بیش از سایر نقاط این مناطق در شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی احساس شد. در حال حاضر مردم نگران این شهرها در معابر او هستند و به طرف پارک‌های اطراف محل سکونت خود هجوم آورده. هنوز خسارات احتمالی این واقعه طبیعی در شرق استان تهران اعلام نشده. سعید جان تهرانم اومده، ممنونم از ستاره نازنی که باور کن تو عجب آدم قوی هستی، درود به تو زن بزرگوار. این لحظه ای از این فیسبوکش غافل نمیشه. بله دیگه همه اینا رو خوندیم، مرسی. نه همیشه از این حرفا در مورد بم هم این حرفا زدن که آقا فلان اینا، نمیدونم
واقعا تا چه حد این داستانا میتونه صحت داشته باشه. میدونی که مصادفیم با سالگرد فاجعه سینما رکس. امیر آریان همون آقا داوود خودمون نوشته که الان 57 ساله. راستی چند سالم بود وقتی که سینما رکس آبادان رو با آتش کشیدن؟ مهم نیست هر چند سالم که بود، اما ناپخته و نادان بودم که نفهمیدم اسلام و آخون چه بیرحمه و باز رافت دادم تو خیابونات تا بیارمش به ایران. نفهمیدم، هیچ کسم به ام نگفت که آخوندی که میخواد و داره با سینما سوزاندن انقلابشو پیش ببره، فردای به قدرت رسیدنش همه زندگیتو میسوزونه. 377 نفر به جرم رفتن به سینما جزغاله شدن و اون هم در دورانی که من بودم، ولی نفهمیدم که کبریت زدن به سینما رکس آتشی را شعله ور میکنه که همه کشور را میسوزونه و به این زودی هم خاموش شدنی نیست. من از کجا باید میفهمیدم؟ کتابخونه داشتیم و کتاب ها توش آزاد بودن که برم و بخونم و بفهمم که آخون جماعت جانوریست بیرم. پیشتازان فکل کرواتی هم که دکتر و مهندس بودن و چیزفهم پریدند و شدن دولت موقت. اونایی هم که سابقه طولانی داشتند و زندان دیده زمان شاه که لقب امام بهش دادند و رهبر عالی قد خطابش میکرده. توده ای هم که با اون همه سابقه و سواد و مترجم آثار مشاهیر جهان بودن هم شعار سر میدادن اتحاد اتحاد علیه امپریالیست. با اونقدر قلمب گنده و گنده حرف می زدن که اصلا من نمی فهمیدم چی میگم. آخه مگه نه اینکه من زمان شاه اگر کتابی هم خونده بودم مایک هامر بود و یا اگر انشایی نوشته بودیم یا باید شعر می دادیم فصل بهار رو یا تعریف می کردیم که چرا علم بهتر از ثروت است. کتاب های مدرسه رو هم که قربونش برم با 4 سوال کف دست نوشتن با تقلب نمره می آوردیم و 1-2 دست رو هم با تک ماده قبول می شدیم و از همه اون کتاب قطور جانوری فقط تیتر درس اولش یادمونه که زندگی آمیب بود. تنها کتاب یواشکی رو هم که داشتیم و 70 سوراخ قایم می کردیم شورانگیزترین نامه های عاشقانه بود که گاهی و یواشکی برای دختر همسایه از روی اون حرفای قشنگ بنویسیم و ادای باسوادا و رومانتیکا رو در بیاریم. چه میدونستیم چه بلایی داره سر خودمون میاریم در 28 مرداد 1350. ولی نه، یادم اومد آقا جون خدا بیامرزم میدونست و همیشه که از تظاهرات برمیگشتم خونه میگو بچه جون هنوز نون دونه یه تومن نخوردی که بفهمی آخون یعنی چی. ما چون اونو بی سواد می نویسیم هرگز بینش قوی و بالای اونو درک نکردیم. من انقلاب کردم و حاضرم روی صندلی بشینم و محاکمه بشم برای همه این جنایت 30 ساله و هر حکمی هم که بدهید بخونم. من دفاعی از خودم ندارم، مجرمم و به نسلهای بعد خودم بدهکار. این حرفا مزخرفه بابا. هر وقت از این حرفا هر کی زد بهش بگو آقا مزخرف کم بگو، برای اینکه
این چه طرز حرف زدنه؟ ما انقلاب کردیم. شما انقلاب نکردی که این بلا رو سر خود بیاری. هیچ کس انقلاب نکرد که چنین بلایی به سر خودش بیاره، بلکه همه انقلاب کردن برای اینکه آرزوی دنیای بهتر رو داشته باشن. کشف سه پهباد ایرانی در حلب توسط مخالفان رژیم سوریه. شورشان سوری میگویند که جمهوری اسلامی علاوه بر پول و نیروی انسانی، هواپیمایی های تجسسی بدون سرنشین نیز به رژیم اسد میدهد. آنها سه پهباد ایرانی در حال تعمیر را در آزمایشگاهی در شهر حلب پیدا کردند. مخالفان اسد با کشف سه هواپیمای تجسسی بدون سرنشین در آزمایشگاهی در شهر حلب به مستندات تازه‌ای درباره دخالت ایران در امور سوریه دست یافتند. آنها در جستجوی تبلیغات و تحریکات جمهوری اسلامی به طور تصادفی آزمایشگاه تحقیقاتی را کشف کردند که احتمالاً محل فعالیت کارشناسان ایرانی و مکان تعمیر سه هواپیمای تجسسی بدون سرنشین بوده. شورشیان سوری در اثبات مدعای خود فیلم این پهپاد را در شبکه یوتیوب نیز قرار دادند. در گزارش وبسایت اشپیگل آنلاین از این خبر آمده که دولت ایران این موضوع را همانند سایر اخبار مربوط به دخالت در سوریه تکذیب کرد. به موازات این خبر، ارتش آزادی سوریه نیز اعلام کرد که 48 گروگان ایرانی را در صورتی آزاد می‌کنند که جمهوری اسلامی حقوق مردم ایران را محترم شمارد و برای توقف کشتار در سوریه تلاش ورزد. در این میان و در حالی که نبرد موافقان و مخالفان اسد در سوریه ادامه دارد، سازمان ملل دیروز پنجشنبه 16 اوت از اتمام قطعی مأموریت ناظران صلح در سوریه خبر. قرار است این ناظران به تدریج و تا جمعه آینده دمشق را ترک کنند، اما جای خالی آنها را دفتر هماهنگی سازمان ملل در این شهر پر خواهد کرد. ادموند مولت، جانشین فرماندهی هیئت ناظران، گفته است طرفین منازعه در سوریه هر دو گزینه جنگ را انتخاب کردند و در چنین شرایطی شانس گفتگوهای سیاسی و توقف درگیری بسیار کم است. اخضر ابراهیمی، دیپلمات الجزایری، نیز آمادگی خود را برای تصدی مأموریت سازمان ملل در سوریه اعلام کرد. این مأموریت هنوز رسمیت و قطعیت نیافته، زیرا ابراهیمی سرگرم مذاکره با دبیرکل سازمان ملل درباره جزئیات وظایف خیش است. انان دلیل انصراف خود از مأموریت یاد شده را عدم آمادگی طرفین منازعه سوریه به مصالحه و ناهماهنگی میان قدرت‌های دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هم. اشاره وی به چین و روسیه است که با وتوی خود سه مرتبه راه تصویب قطعنامه‌های تحریمی علیه سوریه را مسدود کردند. یک مقام مطلع در سازمان ملل به رسانه‌ها گفت که اخضر ابراهیمی در صدد ادامه مسیر و روش کوفی عنان در سوریه نیست و او راهبردی جدید در سوریه پیش خواهد گرفت. ابراهیمی که 78 سال سن دارد، پیشتر وزیر خارجه الجزایر و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و عراق بود و تجربه کار در کشورهایی چون آفریقای جنوبی، هایتی، لبنان، لیبریا، یمن، کنگو و سودان را نیز دارد. ژرار آرو، سفیر فرانسه در سازمان ملل، نیز پس از مشاورات شورای امنیت پیرامون سوریه گفته است احساس همه ما این است که شرایطی برای تمدید مأموریت ناظران صلح در سوریه موجود نیست. در این میان به ابتکار روسیه روز جمعه نشست گروه اقدام سوریه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با حضور نمایندگان کشورهای عربی و کشورهای عضو دائم شورای امنیت تشکیل می‌شود. ویتالی شورکین، نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل، گفته که موضوع عمده نشست اجرای توافق‌های حاصله در کنفرانس گروه اقدام در ژنو خواهد بود که در 30 ماه ژوئیه تشکیل شد. شرکت کنندگان در این اجلاس درباره تشکیل دولت انتقالی سوریه با حضور تمام طرفین به توافق دست یافتند. اما از همه جالب‌تر ماجرای کشف این بادبادک‌های ایرانی است که در اونجا پیدا کردن و نمیدونم که، یعنی باور من بر این است، من باور دارم که باورم این است
یعنی امروز اصلا روی این موضوع فوکوس کردیم که شما شرایط رو چگونه میبینید، آیا ایران رو به کدام سمت میبینید، به سمت چجوریه این ماجرای حمله به ایران، ایران رو اونایی که درون ایران هستن چی فکر میکنن راجع بهش. محسن رضایی میگه که آقا این خب نامردی، این خلاف شورا، اصلا خلاف شورا باشد یا نباشد که کسی وقعی میگذارد، مگه الان در سوریه کشتار میکنن، چین و روسیه مرتبن قطعنامه ساده وتو میکنن، این خلاف نیست مگه؟ خلاف انسانیت و کرامت مگه نی؟ مرگ خوبی برای همسایه؟ خیلی برای من این موضوع جالبه، جالب توجهه که چگونه و چرا، چگونه است، چرا ایران چه نقشی رو بازی میکنه، تا کجا میتواند که این بازی رو با خودش ادامه بده. این جالبه. به حال دعوت میکنم که ادامه برنامه رو با هم ببینیم، چند تا برنامه خوبه، تلاش میکنم که این برنامه ها رو بهت نشون بدم. یکیش وقاحت دوباره این جمهوری اسلامی. ما راه نجاتمون این است، اگر به دنبال راه نجات میگردی، به راستی به راستی دنبال راه نجات هستی و فکر میکنی که دلت برای وطنت میسوزه، این کاری رو که آقای نوری علا این بار پیشنهاد کرده، این کار رو انجام بده. یعنی که تماس بگیرید با این کنگره ملیت ایرانی، ازشون دعوت کنی، بهشون بگید آقا وارد شوید. وگرنه رضای پهلوی به تنهایی قادر نی، هر چقدر هم که آقای حشمت رئیسی تلاش کنه که بیاره و بگه که آقا خمینی مرد خوبی بود، کمک نمیکنه به ما، اصلا به ما کمک نمیکنه چنین چیزی. راه اصلی این است که یه کار دیگه هم که میتونیم بکنید این استش که به این تلویزیون ما کمک کنید. ما هیچ محل درآمد غیر و نمیدونم فلان نداریم، بنابراین ما تنها راهمون به سمت شما حرکت کردنه، از شما خواستن است. من میبینم میزان جمعیت رو، میبینم میزان تماشاچی رو، میبینم نشون بهم میده اینجا. به هر حال آرزوی بهترین ها براتون دارم برای آخر هفته و تا روز یکشنبه که برگردیم و در خدمت باشیم. دعوت میکنم که این برنامه ها رو با همدیگه ببینیم. سپاسگزارم، تا فرصتی دیگر، متشکرم.